سلام دوستان، فراس هستم، با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به حواشی توهین اهلام بگو گوش و ماجرای عذرخواهیش از خانم خواننده میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. اهلام خواننده جنجالی ایرانی ساکن دبی این روزها حال و روز خوبی نداره. بعد از حواشی و اتفاقات کنسرت ساسی و گوگوش و برگزاری این کنسرت ها، برخی خوانندگان از جمله اهلام دست به انتقاد تندی زدن و کار به حمله به گوگوش هم رسید. اما حالا با انتشار متنی در صفحه شخصی خودش دست به افشاگری عجیبی زد. اهلام که بلافاصله بعد از ماجرای برگزاری کنسرت گوگوش به اون تاخته بود و برای اون نوشته بود: این زنی که یه 70 ساله از استعداد بازیگریش همه جا استفاده کرده و شما مردمی که پایه استیج این پول پرست نشستین و بعد از شعار دادن و اشکای تمساهش باهاش قردادین چقدر کثیفین. مردم بچه یه 15 ساله زیر خاک کردن. خاک به کل وجودتون. این عوضی 500,000 دلارشو گرفته گذاشته تو جیب دوست پسر 35 سالش. شما چقدر بدبختین که میرین تیکت این رو میخرید. اونم تو شرایطی که این همه جوون از دست دادیم. حالا اما در صفحه شخصی اهلام متنی منتشر شده که حاکی از اتفاق دیگه ای بوده. محمد رؤوفی شخصی بود که در صفحه شخصی اهلام متنی منتشر کرد و از بابت این موضوع عذرخواهی کرد. او در این متن نوشته بود: سلام به مردم شجاع ایران. این مطلب از سوی تیم مدیریتی صفحه اینستاگرام اهلام عزیز منتشر میشه. همه شما اهلام رو میشناسید. کسی که در تمام طول فعالیت حرفه‌ایش همواره تلاش کرده صدای مردمش باشه و صادقانه کوشیده تا از تریبونی که به لطف شما برایش فراهم شده برای انتقال دغدغه های شما استفاده کند. مفید و مختصر بگوییم که علاوه بر تعلمات روحی که این روزها گریبان همه ما را گرفته، متاسفانه اهلام حال جسمی خوبی نیز ندارد و در حال طی روند درمان بیماری خود است. به همین دلیل مدت هاست که صفحه اینستاگرام اهلام علاوه بر شخص او توسط ادمین های دیگری نیز اداره می شود. در این چند روز اخیر استوری هایی از طریق صفحه شخصی اهلام درباره برگزاری کنسرت خانم گوگوش منتشر شد که به هیچ عنوان کلام و ادبیات اهلام نبوده و ناشی از رفتار هیجانی و نظر شخصی یکی از ادمین های پیج ایشان بوده است. با توجه به حضور اهلام در بیمارستان در اون برهه زمانی و عدم دسترسی به وی، سایر اعضای تیم مدیریتی ایشان این پیام را به اشتباه نظر شخصی او قلمداد کردند و به تبعیت از صفحه اهلام آن را در صفحه این جانب محمد رؤوفی نیز منتشر کردند. خود ما نیز به محض آگاه شدن از این اتفاق به شدت آزرده خاطر گشتیم و بلافاصله تمام استوری ها را پاک کردیم. در حال حاضر برای اطمینان دسترسی تمام ادمین ها را به صفحات از بین بردیم و خود اهلام عزیز و من بر صفحه ها مدیریت می کنیم. در آخر اگر این اتفاق باعث ناراحتی طرفداران عزیز و هنرمندان گرامی شده است، من محمد رؤوفی مسئولیت این اتفاق را قبول کرده و عذرخواهی می کنم. اتحاد در این روزها بیشتر از هر چیزی مهم است و ما کماکان به این اتحاد ادامه می دهیم. اهلام یه خواننده عرب تبار ایرانی الاصل و حواشی بسیاری رو در فضای مجازی به وجود آورد و در برخی از مواقع به شهرت اون هم افزود. این خواننده مشهور رو بیشتر با آهنگی به نام شیطون می شناسند و گفته می شه که در حال حاضر ساکن کشور اماراته. آلبوم های زیادی رو بعد از جذب توجه مردم روانه بازار کرد.
خوانندگان بسیاری وجود دارند که در رشته‌های هنری موزیک فعالیت می‌کنند، اما این سلبریتی به دلیل موزیک‌های شادی که می‌سازه بیشتر مورد توجه علاقه‌مندان قرار گرفته. فعالیت‌های او در فضای مجازی هم بی‌نظیره و با لایف‌هایی که با دیگر افراد مشهور می‌ذاره حاشیه‌های بسیاری رو هم به وجود آورد. اهلام متولد 1370 در اصفهان، خواننده ایرانی. سالها در لیگ برتر جام خلیج فارس زنان در ایران فوتبال بازی کرد تا اینکه وارد موسیقی شد و حالا دبی زندگی میکنه و میتونه به زبان عربی هم بخونه. در شهر اصفهان توی خانوادگی 4 نفره تنها با یک برادر بزرگ شد. پدرش شغل آزاد و اصالتاً اهوازی بوده که فوتبال هم بازی میکرد و مادرش اصفهانی و خونه دار بود. تنها برادرش هم در عرصه موسیقی فعالیت داره. فوتبال رو از دوران کودکی از کوچه شروع کرد تا اینکه با حمایت پدر ابتدا وارد فوتسال شد. در نهایت فوتبال چمنی رو ادامه داد و وارد لیگ برتر فوتبال زنان شد. به مدت 5 سال در لیگ برتر فوتبال زنان در پست دفاع چپ و راست به خاطر توانایی در هر دو پا بازی کرد و سابقه بازی در تیم سپاهان رو هم داره. اما او یکی از طرفداران دو آتیشه پرسپولیس و البته دوست صمیمی فرشاد احمدزاده هم بود. بعد از مدتی حضور در فوتبال به خاطر محدودیت‌های اون به پیشنهاد برادرش تصمیم گرفت خوانندگی رو تجربه کنه. خودش میگه پدر مادری شاعر و پدر پدریش هم نوازنده بود. ابتدا از موسیقی اصیل ایرانی شروع کرد و حالا پاپ میخونه. اهلام به خاطر اصالت اهوازیش مسلط به زبان عربی، اما بیشتر آهنگاش به فارسی ساخته شده و برخی قطعات به عربی رو هم به تازگی شروع به انتشار کرده. او در سال 97 با انتشار تقلید صدای صبا راد، مجری مشهور صدا و سیما و به خانه برمیگردیم در اینستاگرامش جنجال‌ها و حواشی زیادی رو رقم زد که باعث واکنش این مجری و همسرش مانی رهنما و انتشار ویدیویی در پیج اینستاگرامش شد. در یک قسمت از برنامه‌های برنده باش با اجرای محمد رضا گلزار از یکی از شرکت کنندگان در مورد معنی اسم اهلام سوال کرد که گلزار گفت معنی اسم اهلام خواب هاست. اهلام در اینستاگرام خودش نوشت آقای گلزار معنی اسم اهلام رویا هاست و اهلام یک کلمه عربیه. او همچنین عکسی در کنار ایرج نوذری در پیج شخصی خودش منتشر کرده بود. او با اجرای لایوش با حسن آقامیری در اینستاگرام حواشی زیادی رو رقم زد. خودش گفته در هر اجتماعی یک سری قوانین وجود داره. من در زندگی خودم سعی میکنم به قانون احترام بذارم. در ایران قانون منع صدای زن وجود داشت. به همین خاطر در نوجوانی از ایران خارج شدم و به دبی اومدم. گفته میشه که او از پدری اهوازی متولد شده و در نوجوانی با دوستان خودش دور هم جمع میشدن و آواز میخوندن. و به دلیل اینکه صداش در میان دوستانش بهتر بود، همیشه اونها از وی می‌خواستند که آوازهایی رو برای اونها بخونه. این موضوع همینطور برای سرگرمی پیش می‌رفت که به یک بار تصمیم گرفت به شهر دبی بره. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت می‌کنید. اگر می‌خواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.